صنعت آلترناتیو سازی مجازی و مونتاژ در بازار سیاست این روزها رونق پیدا کرده، البته با کپی چسبان، که این هم از علائم دوران پایانی این رژیم. اما مسئله این است که چگونه میخواهند این رژیم را زمین بزنند، به خصوص که رود سرخ خون شهیدان به طور تاریخی نه جایی برای ثبت شدن ارتجاع آخوندی باقی گذاشته و نه جایی برای ارتجاع سلطنتی. حال اگر بدون تشکیلات و سازمان رهبری کننده، بدون عبور از کوره های گدازان سنجش و آزمایش و بدون پرداخت قیمت و فدا و مجاهدت میتوان به کار این رژیم پایان داد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون سابقه و پشتوانه جنگیدن با دو رژیم، بدون مرزبندی با دیکتاتوری و وابستگی، بدون مقاومت سراسری و کهکشان شهیدانش و بدون در افتادن با اصل ولایت فقیه و اصلاح طلبی قلابی میتوان حاکمیت مردم را جایگزین کرد، ما میگوییم بفرمایید، درنگ نکنید. اگر بدون مقابله با خمینی بر سر جنگ ضد میهنی و گل گرفتن تنور جنگ و شعار قدس از طریق کربلا، بدون تحمیل آتش بس با 100 رشته عملیات ارتش آزادی بخش ملی و فتح مهران و پیشروی تا دروازه کرمانشاه و بدون افشای جهانی برنامه ها و تأسیسات اتمی، موشکی، شیمیایی و میکروبی رژیم آخوندی، میتوان آخوندها را به زیر کشید، ما میگوییم بله، بفرمایید و درنگ نکنید. اگر بدون افشای جهانی نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم در 64 قطعنامه ملل متحد، اگر بدون جنبش دادخواهی زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال 67، اگر بدون کارزار اشرف نشان‌ها در 4 گوشه جهان و پای فشردن بر حقوق ملت ایران، آن هم به مدت 4 دهه، و اگر بدون برنامه و طرح‌های مشخص شورای ملی مقاومت و دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، و سرانجام اگر بدون رهبری آزموده و مشخص که 5 دهه این مبارزه سهمگین را پیش برده است، بله، اگر بدون اینها میتوان این راه 50 ساله را یک شب طی کرد و صرفاً با رویای حمایت خارجی یک تغییر واقعی در ایران ایجاد کرد، ما میگوییم بفرمایید، این گوی و این میدان درنگ نکنید. اما اجازه بدیم بگم که این خواب و خیال فقط با الگوی اشغال کشور عراق، یعنی با لشکرکشی خارجی متصوره، که البته نتیجه اون هم از قبل معلومه. در این 40 سال مدعیانی که اهل قیمت دادن نبودند، همه شانس خودشون رو آزمودند، ولی واقعیت ها و تجربه ها نشون داد که این رژیم تاریک و سیاه نه استحاله و اصلاح می شود، نه سبز و مخملی. سرنگونی این رژیم لاجرم قیمت می خواهد، فدا و صداقت می خواهد، سازمان و تشکیلات می‌خواهد، جایگزین مستحکم سیاسی می‌خواهد، کانون شورشی می‌خواهد و ارتش آزادی. در عین حال، چنان که مسعود در جمع‌بندی قیام دی ماه گفته است، ما رقیب کسی برای رسیدن به قدرت نیستیم و قطعاً
کسی هم رقیب مجاهدین در مسیر صدق و فدا و پرداخت کردن نیست.